روزگاری پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی علیه السلام از نسل حضرت ابراهیم از شاخه اسحاق پیامبر شده، کتابی آورده که قرآن با عنوان نور و هدایتگر از اون یاد کرده، یعنی تورات. بعد از اون حضرت مسیح علیه السلام آمده، باز از نسل اسحاق و بنی اسرائیلی، به عنوان پیامبری برای یهودیان، پیامبری که سالها یهودیان منتظر ایشون بودند. حضرت مسیح دو تا کار قرار بود انجام بده: یک، پاکسازی بکنه تورات رو; دو، خبر آمدن آن موعود وعده داده شده رو بده. تورات کتاب پیدایش اینطور میگه، میگه که جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزند تو برکت خواهند یافت. به حضرت ابراهیم، جمیع امتها یعنی هر چی آدم رو زمینه برکت خواهند یافت، یعنی هدایت خواهند شد. چه موقع که جمیع امتها هدایت میشن؟ اون فقط تو ظهور امام زمان. این از نسل کی؟ از نسل همون ذبیح، اون قربانیه. اینا چون خودشون بچه های اسحاق بودن، یهودیا گفتن خب، چند سالها بعد که گذشت گفتن خب حتما باید ذبیح اسحاق باشه، یعنی چه اسماعیل؟ دست بردن دستکاری کردن، دستکاری هم که کردن ریخته به هم تورات. نه دیگه نداشته باشید ها، ریخته به هم. خوشگل دستکاری نکردن که نشه ردی ازش کشف کرد. چندین دلیل با مبنای خود تورات اثبات میشه که اسحاق قربانی وعده داده شده نیست، پسر دومیه، حضرت اسماعیله. برای چی مثلا آیه تورات اینه: اخیدک احدک، اون عبریش میشه اخیدک، میگه تک پسر خودت را برای قربانی ببر. اگر این پسر دومیه باشه دیگه نمیشه تک پسر، باید بگه پسر دومی تو بردار ببر. الان گیر کردن، بیان چی؟ بیان نه، اینجا اخیدک یگانه پسر، یعنی که اون کسان دیگه، ببخشید، اون پسر دیگه که اصلا زبون املال آدم نیست، اونه که دوستش داری پسر تو اونه، چون از زن ساراست، اون مادرش کنیز بود. بعد یادشون رفته، باز یه جای دیگه تورات میگه که قرب نخست زاده، اون که به دنیا میاد، ولو مادرش کنیز باشه شأنش با حفظ شه. این دهجشون ریخته به هم. یا مثلا میگه حضرت هاجر اسماعیل رو بغل کرده بود، داشت میدوید میبردش. اینو چون بعد از آیه قربانی آورده، اگر قبول کنه قربانی اسحاق بوده، اسحاق 13 سال از اسماعیل کوچیک‌تره. یه سال هم بعدش میگه، یعنی حضرت هاجر بچه 14 15 ساله رو بغل کرده میبرد، جور در نمیاد. تحریفات رو خاخاما چپوندن تو خود کتاب دینی. قرآن میگه به ثمن قلیل، برای یه چیز بی ارزش شما کتاب خدا رو تحریف کرد. اینا هر کار میخواستن بکنن یه آیه اضافه میکردن به تورات، میگفتن تورات بود. انگار برده شیطان رو زمین بودن. شما برید تورات رو نگاه کنید، نسخه های مختلف، نسخه بحرالمیت، نسخه تورات سامری، اصلا ببین یعنی 6000 تا اختلاف بین دو تا تورات. 6000 تا اختلاف، یعنی بابا مسلمان اصلا 6000 تا آیه داره اون توراتون که 6000 تا اختلاف. ببین این تحریفات به جای رسید، خدا دیگه آخرین پیامبرش رو برای اینا میفرسته از بنی اسرائیل. دقت کن کیو میفرسته؟ عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی ابن مریم میگه که بدونید من تورات قبول دارم، اونتا تورات اینا نی. اینقدر اینا تحریف کرده بودن که فکر کنه حضرت عیسی یه دین جدید آورده. حضرت مسیح عملا دین جدیدی نیاورده بود، اصلا نیومده بود دین جدید بیاره، اومده بود پاکسازی کنه. چون گفتش که دروغ بهتون گفتن اسحاق قربانی است، اسماعیل اون قربانی وعده داده شده بود.
این یعنی چی؟ یعنی آقا جون 1000 سال 1300 سال تا حضرت موسی، از حضرت موسی تا حضرت عیسی خالی براتون بستن. حضرت عیسی اصلا ادعای نشه دین جدید آوردم، این همه پیغمبر اومدن. حضرت عیسی خودش یهودیه، از قوم همون است، از نسل همون است، از میان همون اومده. این همه پیغمبر داشتن کتاب آوردن که پیغمبر یهود، حضرت عیسی اومد صاحب کتابه، مونتا اومدن چیکار کردن؟ گفتن نه این خیلی حرفش خطرناکه و انصافا هم یه سر و گردن بالاتر از بقیه پیغمبرای اون موقع است. وقتی حضرت مسیح اومد دیدن، حضرت مسیح اومد یه خبرم به اینا داد، گفت بدانید که چون بنی اسرائیل اینقدر شما عهد شکستید، دیگه بعد از این از بین شما پیغمبر نخواهد آمد. این شاخه خشکید، این عیناً تو انجیل هست. گفت شما بنی اسرائیل از شجره ابراهیم، این شاخه دیگه میوه نمیده، ثمره نداره، خشک خواهد شد و شاخه دیگه میوه خواهد داد. منظور کی بود؟ اسماعیل. بشارت داد به آمدن منجی. اسم رو هم گفت و همه هم منتظر بودن. اصلا اینکه دلایلی که یهودی بودن شما در شمال مدینه برای چی بود؟ برای همین. حضرت عیسی وقتی آمد یهودی‌ها دو دسته شدن، عده‌ای که میگفتن این حرفش درسته، یه عده دیگه میگفتن نه رگ نژادیشون زده بود بالا، باید میپذیرفتن دیگه، خوش شده دیگه، حقو نمیتونستن بپذیرن. و پس از اون پیامبری، یعنی آخر پیامبران و خاتم پیامبران، که او هم از فرزندان دوباره حضرت ابراهیمه، یعنی با حضرت موسی و حضرت عیسی پسر عمو محسوب میشه، منتها از شاخه اسماعیل میاد. اشارات به این دو پیامبر علل خصوص، یعنی حضرت مسیح و رسول گرامی اسلام علیهم السلام، بسیار واضحه در تورات و کتاب مقدس. من نمیدونم حالا چرا واقعا یهودیان نخواستن بپذیرن و چه توجیهی برای نپذیرفتن داشتن، خودشون میدونن و خداشون بالاخره.